بسم الله الرحمن الرحیم. سیم حضرت حداد می فرمودند چنانچه در یک روی نگین عقیق نوشته شود بسم الله الرحمن الرحیم و عنت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف و در انگشتری نموده در دست کنند خوب است. و نیز می فرمودند چنانچه در یک روی نگین عقیق از دو رو یک رو این نوشته شود انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم و در پشت آن روی دیگر نوشته شود بسم الله الرحمن الرحیم و انت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف و در انگشتری نموده در دست شود بسیار خوب است. می فرمودند مرحوم آقا یعنی مرحوم قاضی رضوان الله علیه گفتند هر کس در مقابل دشمن انگشت های دست خود را به ترتیب یکی پس از دیگری ببندد و در مقابل بستن هر انگشت یک حرف از حروف کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف را بگوید به طوری که وقتی همه را گفت تمام در انگشت بسته شود ده حرفه و سپس در مقابل دشمن باز کند شر دشمن از او دفع خواهد شد. حضرت آقا خیلی در گفتارشان و در قیام و قعودشان و به طور کلی در مواقع تغییر از حالتی به حالت دیگر خصوص کلمه یا صاحب الزمان را بر زبان جاری می کردند. یک روز یک نفر از ایشان پرسید آیا شما خدمت حضرت ولی عصر ارواح و نافداه مشرف شده اید؟ فرمودند کور از هر چشمی که صبح از خواب بیدار شود و در اولین نظر نگاهش به امام زمان نیفتد. اقول چقدر این جمله شبیه است به کلام مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی قدس الله تربته که چون از ایشان سوال شد چه وقت انسان حضور صاحب الزمان میرسد فرمودند در وقتی که حضور و غیبتش برای انسان تفاوت نداشته باشد. حضرت امام صادق فرمودند اعرف امامک فإنک اذا عرفته لم یضرک تقدم هذا الامر او تأخره. می فرمودند در این حروف مقطعه اوائل سور قرآن خواص و آثار و رموز عجیبی است که جز خدا کسی نداند و اینها فقط رموز و اسراری است میان حبیب و محبوب، میان نفس مقدسه رسول الله و ذات حضرت احدیت جل شأنه و اسمه و میان هر حبیب و محبوبی و هر عاشق و معشوقی رموز خاصی است که کسی دیگر را یارای فهم و ادراک آن نیست. بین المحبین سر لیس یفشیه قول ولا قلم للخلق یحکیه. در میان محبان سر خاصی است که هیچ گفتاری نمیتواند آن را فاش سازد و هیچ قلمی نمیتواند آن را برای خلائق بیان و حکایت کند. اقول در باب اسرار حروف بسیاری از علمای راستین مطالب شگفت‌آوری بیان فرمودند و از آن استخراجات بدیعه و اخبار از غیب و اطلاع بر ضمایر می نمایند. مرحوم قاضی در این فن سرآمد روزگار بودند و آقازاده اکبرشان مرحوم سید مهدی قاضی رحمه الله که اخیراً در بلده طیبه قم رحل اقامت افکندند و در آنجا هم به رحمت جاودانی پیوستند در این علم استاد منحصر به فرد بودند. ایشان در خط
نصر نیز استاد منحصر بود و کتیبه های اطراف کفشداری حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و مدرسه آیت الله بروجردی و غیره ما به خط ایشان است. پس از تبعید و اخراج از عراق و توتن در قم کرارن و مرارن حقیر خدمتشان رسیدم و مراتب صفا برقرار بود. منظور فرزند بزرگ مرحوم قاضی و خودشان از اکتشافات حروف و اسرار اعداد داستانهای شنیدنی داشتند. حتی می‌فرمودند خود من هم در این فن ابتکاراتی دارم و از من بالاتر و عالم‌تر پدرم مرحوم قاضی بود، چرا که در بعضی از استخراجات بسیار مشکل که فرو می‌ماندم بالاخره با توسلات به امیرالمؤمنین علیه السلام و ختومات موفق به حل آن می‌شدم. چون به محضر پدرم شرفیاب می شدم و وی را از این اکتشاف و رمز حل آن می خواستم آگاه نمایم، معلوم شد که پدرم قبل از من به این مشکل رسیده است و قبل از من آن را کشف کرده است. ایشان آماده بودند تا آنچه را که از این علوم دارند به حقیر تعلیم کنند، ولی حقیر برای خودم نفعی در آن ندیدم و لذا از قبول آن و صرف وقت در این گونه امور امتناع کردم، زیرا هرچند که بسا علوم حقیقی و واقعی باشد، ولی صرف وقت کردن برای آن در صورتی که برای انسان نه ضرورتی ایجاب می کند و نه محمدتی برایم صحیح نبود. صرف وقت در این امور جلوگیری از فراغت فکر و حال برای امور اهم از آن می کرد و ما به قدری از معارف الهی احتیاج داریم و هرچه در آن کار کنیم از قرآن و تفسیر قرآن و راه توحید حق متعال تازه به جایی نرسیدیم، تا چه رسد وقت خود را صرف در امری بنماییم که اهم از آن بسیار موجود است و دست ما بدان نرسیده است. قبل از تشرف حقیر به نجف اشرف، پس از فوت مرحوم والد که مدت قلیلی ناچار برای اصلاح و تنظیم امورشان مجبور بودم در تهران درنگ کنم، در نزد یکی از خیشاوندان سببی مرحوم آقا میرزا ابو تراب عرفان که حقا مردی دانشمند بود و در جفر و رمل خودش محقق و صاحب تألیف بود و می گفت در جفر کتابی نوشتم به قدر شرح لمعه، قریب یک ماه علم رمل را خواندم و جزواتی هم نوشتم. و آن مرحوم هم به قدری به حقیر علاقه من شده بود که دست بر نمی داشت و چون اولاد ذکور نداشت می خواست در آخر عمری علومش را به حقیر بیاموزد، ولی حقیر حس کردم که علاوه بر تضییع وقت برای بنده ایجاد کدورت روحی می نمود، بنابراین آن درس را ترک نمودم و هرچه زودتر امور را اصلاح و برای عتب بوسی باب علم به نجف اشرف مشرف شدم. استاد من حضرت علامه طباطبایی از این علوم آگاه بودند، ولی بنده ندیدم در جایی اعمال کنند. حضرت آقا سید هاشم در ترتیب جداول بالاخص کیفیت جدول 100% و یا سایر جداول که ابتدایش 5/5 است، نه تنها 4/4 مهارتی بسزا داشتند و به حقیر هم کیفیت پر کردن مربعات را تعلیم فرمودند و اضافه کردند که این مربعات مؤثر است، ولی در هر حال باید اثر را از خدا دانست و از او منقطع نشد و سپردن امر در هر حال به دست حق تعالی به طوری که او مدبر و مدیر امر انسان شود غایت مطلوب است. در تفسیر صافی در باب حروف مقطعه فواتح سور گوید التخاطب بالحروف المفرده
سنت الاحباب فی سنن المحاب فهو سر الحبیب مع الحبیب بحیث لا یطلع علیه الرقیب بین المحبین سر لیس یفشیه قول ولا قلم للخلق یحکیه. تخاطب و گفتگو با همدیگر با حروف مفرده سنتی است در میان احباب، در سنت‌های عالم در سنت‌های عالم محبت میان دوستان و محبین که اساس کارشان بر محبت طرفینی برقرار شده است. بنابراین آن تخاطب به این طرز عبارت است از سر حبیب با حبیب، به طوری که بر آن مطلع نشود رقیب. به طور کلی کلمات اولیای خدا و عرفای بالله دارای رموز و اشارات و کنایاتی است که فهم آنها اختصاص به خود آنها و تمترازانشان دارد. از اشارات و رموز عارف عالی قدر اسلام خواجه حافظ شیرازی کسی میتواند اطلاع پیدا نماید که هم درجه و هم مقام با او باشد. از اشارات و رموز عارف عالی قدر اسلام خواجه حافظ شیرازی کسی میتواند اطلاع پیدا نماید که هم درجه و هم مقام با او باشد. اما صد حیف و هزار افسوس که ما قدر و قیمت این بزرگان را ندانستیم و معانی اشعارشان را به امور مبتذل حمل کردیم. و یا اگر شرحی در احوال آنها نگاشتیم نتوانستیم از عهده شرح و شکافتن آن معانی و اسرار براییم تا خارجیان و کفار آمدند و برای خود عرفان ساختند و عرفان را از اسلام جدا پنداشتند و مقام عظیم عرفان و عرفا را که مخ و اس و ریشه اسلام است امری مباین با تعلیمات دینی وانمود کردند و برای ما عرفای ایرانی و هندی و رومی ساختند. شما به یکیه که از غزلهای حافظ بنگرید ببینید چگونه اون لطائف و حقایق معنوی را در کسوت عبارات گنجانیده و با چه دقایق و اشاراتی میخواهد آن حقیقت منظور و مراد خود را ارائه دهد. رضوان الله علیه رضوانا شاملا. مثلا این غزل را در وصف حضرت صاحب الزمان سروده و از غیبت و انتظار وی یاد کرده و خود را از مشتاقان و شیفتگانش معرفی نموده است. ولیکن با چه عبارات نمکین و اشارات دلنشین و کنایات و استعاراتی که حقا بی اختیار بر زبان انسان جاری می شود که او لسان الغیب است. سلام الله ما کرر اللیالی و جاببت المسانی والمسالی علا واد الاراک و من علیها و دارن باللوا فوق الرمالی و دارن باللوا فوق الرمالی دعاگوی قریبان جهانم و ادعو به تواتر و توالی دعاگوی قریب این جهانم و ادعو به تواتر و توالی به هر منزل که رو آورد خدا را نگه دارش به لطف لا یزالی من آلی دل که در زنجیر زلفش همه جمعیت است آشفت حالی ز خطت صد جمال دیگر افزود که عمرت باد صد سال جلالی تو می باید که باشی ورنه سهل است زیان مایه جانی و مالی بدان نقاش قدرت آفرین باد که گرد مه کشد خط هلالی فحبک راحتی فی کل حین و ذکرک مونسی فی کل حالی سویدای دل من تا قیامت مباد از شور سودای تو خالی کجا یابم وصال چون تو شاهی من بدنام رند لاابادی خدا داند که حافظ را غرض چیست و علم الله حسبی من سؤالی. و
در تعلیقه گوید این بیت هم در آن غزل است و گویا از خواجه باشد. اموت سبابتن یا لیت شعری، اموت سبابتن یا لیت شعری، متى نطق البشیر عن الوصالی.